بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق و عواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بنا اهتديتم في الظلماء و تسنمتم ذروة العليا و بنا انفجرتم عن السرار وغر سمع لم يفقه الواقیه. این یک عباراتی از خطبه چهارم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است. این عبارت ها راجب اهل بیت علیهم صلوات الله است و اساسا معرفی اهل بیت، که اهل بیت این خصوصیات رو دارن. من عبارت رو ترجمه کنم، ملاحظه بفرمایید: بنا اهتدیتم فی الظلما، در تاریکی ها. این تقدیم بنا بر اساس ادبیات عرب افاده حس رو میکنه. بنا اهتدیتم فی الظلما، در تاریکی ها، فقط به وسیله ما هدایت میشن مردم. شما هدایت شدید در تاریکی ها. و تسنمتم ذروت العلیا، شما به بلندای شامخ دین و معنویت به سبب ما رسیدید. و بنان فجرتم عن السرار، سرار هم همون تاریکی ها رو میگن. فجر، فجر و فجر میگن چون در تاریکی سپیده دمیده میشه. به روشنایی رسیدید به سبب ما از ظلمت ها. وغیر سمع لم یفقه الواقیه، گوشی که سنگین شده باشه تفقه نمی کنه و مطالب رو درک نمی کنه. این اجمالا عبارت هاییست که در ابتدای این خطبه است. سوال این هست که ائمه علیهم صلوات الله و اهل بیت پیامبر چه ویژگی داشتن که می‌فرمایند به وسیله ما شما هدایت شدید تو تاریکی ها. این مهمه، چون یک مسئله اعتقادی است و باید دقت کرد، خصوصا این روزها که خیلی ها سوال میکنن، یعنی چرا مثلا ما مذهب شیعه رو اختیار کردیم، اساسا چرا پیرو اهل بیت شدیم، اهل بیت چه خصوصیتی دارن و چه ویژگی دارن که ما باید بریم سراغ اهل بیت. این هم امیرالمومنین سلام الله علیه و حسنین، این هم جزء کسانی هستند که در زمان حیات رسول خدا بودن، دیگران هم بودن. چه امتیازی این بزرگواران دارن و چه خصوصیاتی دارن که ما بایستی از اینها تبعیت بکنیم؟ جدای از این فرمایش آقا امیرالمومنین و جدای از اون مسائلی که ما شبهای گذشته عرض کردیم، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید یکی از بزرگان عامه، که اگر ما بخوایم بزرگان عامه رو با این دستمون بشمریم،
اینا مشارب بنان هستن، یعنی با دست میشه اینها رو شمارش کرد که تراز اول از علمای عامه هستن. یکی از اونها فخر رازیه، صاحب کتاب مفاتیح الغیب تفسیر و کتابهایی در حکمت. یعنی فخر رازی یک محدث نیست، یک حکیم، یک مفسر مفسر و یک فیلسوف. فخر رازی، فخر رازی کسی است که اشارات ابو علی سینا رو شرح کرده، یک شخصیتی است مال قرن ششم هجریه. تفسیرش هم حدود 34 جلد مفاتیح الغیب مصر چاپ شده، تفسیر مفاتیح الغیب. ایشون میگوید که خداوند متعال در پنج چیز اهل بیت رو مساوی رسول خدا قرار داد. خب پیغمبر رو که نمیشه کنار اصحاب گذاشت، اصحاب تمام وجهشون، موقعیتشون، شخصیتشون به خاطر پیامبره، چون پیامبر رو دیدن، با پیامبر بودن. برای اصحاب عامه حساب جدایی رو باز میکن. خیلی خوب، ما هم اصحاب پیامبر رو، اونایی که شایستگی دارن، چون تو اصحاب پیامبر منافق هم بوده، افراد منافق هم بودن. این کسانی که به حسب ظاهر میگفتن ما مؤمنیم مسلمونیم، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. منافق هم میان اینها بوده. نمیتونیم ما همه صحابه پیامبر رو به عنوان اینکه صحابه رسول خدا هستند بستاییم. بله، آدمای خوبی میان اونها بودن. و به طور خلاصه عرض کنم، هر کسی پای پرونده صحابی بودنش و پیامبر امضا کرده، درستیش و سلامتش رو ما قبول داریم، چون پیامبر معصومه. هر کسی رو پیامبر امضا کرده و این امضا به قبول طریقین، یعنی عامه و خاصه، قبول داشته باشن، ما میپذیریم، و الا نه. اما ایشون که از بزرگان عامه است میگوید که در پنج چیز اهل بیت علیهم صلوات الله اینها با رسول خدا مساوی هستند. در پنج چیز وحی جداگانه. بله، مسئله وحی یه مسئله جداگانه است، مخصوص رسول خداست. اما مثلا فرض بفرمایید پیغمبر خدا شجاع بوده، این شجاعت رو تو اصحاب رسول خدا یکی از کسانی که داشته امیرالمومنین سلام الله علیه. پیغمبر خدا علم داشته، اون کسی که علمشو میشه کنار علم رسول خدا گذاشت امیرالمومنین سلام الله علیه. این طور چیزها، ولی نه در نبوت. وحی و نبوت مال پیغمبر. حالا عنایت بفرمایید، حرف ایشون رو من دارم نقل میکنم. ایشون میگوید که اهل بیت با پیامبر در پنج چیز مساوی هستن. اون پنج چیز اولش محبته، اول از اون پنج چیز محبته. به چه دلیل؟ ایشون میگه به این دلیل، خدای متعال در قرآن مجید میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید از من پیروی کنید، خدا شما رو دوست داره. پس پیغمبر خدا محبوب خداست و ما بایستی پیغمبر رو دوست داشتیم. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر خدا محبوبه، اهل بیت هم محبوبه. خب کجا؟ به چه دلیل اهل بیت محبوب هستن؟ این آیه رو تلاوت میکنه ایشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت در قربا رو خدای متعال اجر رسالت قرار داده. خیلی مهمه رسالت، اونقدر مهمه که با هیچ چیزی برابری نمیکنه.
فقط یک چیز رو خدای متعال اجر رسالت قرار داده، اون محبت اهل بیت. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، مودت در قربا رو اجر رسالت قرار داده. خب فی القربا، قربا یعنی قربای رسول خدا، اقربای پیامبر. این یکی از اون خصوصیاته که اهل بیت کنار رسول خدا قرار میگیرن. اما به ما نگفتن که اصحاب پیغمبرم دوست داشته باشید. اصحاب پیغمبر خوب، خوبن برای خودشون، ما احترام میکنیم اونایی که خوب هستن، مثل سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، یاسر، خزیمه و شهادتین، ابوالهیثم ابن طیهان، اینا شهدای احد هستن. چی معذرت میخوام، شهدای صفین هستن، آدمای بزرگواری هستن. حمزه سید الشهدا شهید احد، جعفر طیار شهید موته، اینا بزرگواران، اصحاب پیغمبرن. ما اینا رو دوست داریم، اما اونی که ما وظیفه داریم محبت داشته باشیم، محبت زوال قرباز اهل بیت پیغمبر. حالا میگیم اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ این یک. پس یکی از مشترکات در حقیقت که جدا میکند دیگران رو از اهل بیت، این که خداوند متعال محبت اهل بیت رو مساوی قرار داده با محبت پیامبر. دوم، ایشون میگوید که حرمت صدقه است. حرمت صدقه، پیغمبر خدا صدقه برش حرامه. صدقه چه؟ صدقات واجب مثل زکات، مثل کفارات، چه زکات مالی، چه زکات بدنی مثل زکات فطره، اینها برای سادات حرامه، برای اهل بیت هم حرامه، برای اهل بیت حرامه. شاید از گویندگان این رو شنیده باشید، وقتی اهل بیت امام حسین سلام الله علیه رو وارد کوفه کردن، برخی از مردم کوفه که نمیشناختن، اینها آمدن یه چیزای خوراکی رو دادن به اهل بیت به عنوان صدقه. حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد اینها رو نپذیرفتن، فرمودن ان الصدقه علینا حرام، صدقه بر ما حرامه. اینم جز مشترکات هم پیامبر و هم اهل بیت پیامبر، صدقه براشون حرامه. این دو چیز. سوم از چیزهایی که جزء مشترکات پیامبر و اهل بیت هست، طهارت. ایشون میگه طهارت کجا؟ آیه مبارکه تطهیر سوره 33 و آیه 33 از سوره 33. سوره 33 قرآن سوره احزابه، آیه 33ش هم آیه انما یرید الله هست. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اینجا اجازه بفرمایید ما یک صحبت توضیحی داشته باشیم راجع به آیه تطهیر. آیه تطهیر از نظر ادبی کم درش هست. کم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. کم ضمیر جمع مذکره. اگر خدای متعال میخواست با زنهای پیغمبر صحبت بکنه، میفرمود کنتن یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ضمیر ضمیر مذکره. ضمیر مذکر مال جایی است که افرادی که مخاطب به این خطاب هستند یا همشون مرد باشن یا غلبه با مردها باشه. عنایت میفهم ولکم معنا نداره. کم مال مؤنث نمیتونه باشه. این که برخی آمدن تلاش کردن آیه تطهیر رو
مربوط به ازواج رسول خدا بدونن، این درست نیست، نمیشه. آیه یه جوریست که لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنابراین یکی ضمیر کم هست، چون چهار تا مرد و یک زن، پیامبر، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین، چهار تا مرد، کم درست. از جمع هم یکی اضافه است، چون جمع سه تاست، اقلش چهار تا مرد و یک زن. این یه نکته. و نکته دیگری که در این آیه مبارکه هست، اینو من عرض میکنم که چون گاهی یه عده‌ای میخوان یک اظهار نظرهایی بکنن بر خلاف اونچه که وارد شده، اینو ما بایستی خوب دقت کنیم که اشتباه نشه مسئله. اون این است که به زید ابن ارقم که از اصحاب رسول خداست و شاید یکی از روات همین حدیث اجتماع اهل بیت زیر کسا و نزول آیه شریفه تطهیر، یکی از ناقلینش خود زید بن ارقمه، به ایشون گفتن آیا این آیه شامل زنهای رسول خدا هم میشه؟ آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، گفت نه شامل زنها نمیشه. گفتن چرا؟ سوال کردن چرا نمیشه؟ گفت علت این است که اهل البیت که به کسانی اطلاق میشه که اینها نسبشون با رسول خدا یکی باشه. اگر ارتباطشون ارتباط سببی باشه، مثل همسران، با یک طلاق همسر میشه اجنبی، میره سراغ کارش، و یک طلاق اجنبی میشه. اهل بیت کسانی هستن که اینا رو نمیشه جدا بکنی. دختر، پسر، نوه، پسر عمو، اینا نسب هست، اینا هستن اهل بیت. جدای از این که عامه عموماً اون کسانی که به اصطلاح اهل انصافن نقل کردن که آیه مبارکه تطهیر مربوط به این ذوات مقدسه است، این پنج نور مقدس، اینها آیه تطهیر دربارشون نازل شده. و ام سلمه که یکی از همسران رسول خداست، خدای زینف تو این قضیه، ام سلمه وقتی ازشون سوال میکنن که آیه تطهیر درباره کی نازل شده، میگه هاذه الآیه نزلت فی بیتی، میگوید این آیه تو خانه من نازل شده. و پیغمبر خدا این عبای مبارکشو وقتی انداخت روی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، اونطوری که شنیدید، میگد من گوش میکردم دیدم رسول خدا عرض کرد خدایا اللهم هؤلاء اهلی، اینا اهل منن. من به رسول خدا عرض کردم که یا رسول خدا منم اهل شماست، منم همسر شماست. فرمود انت علا خیر، تو خوبی. ام سلمه بعد از حضرت خدیجه یکی از زنهای شایسته پیغمبره. حالا جریان ام سلمه و همراهی ام سلمه بعد از رسول خدا با امیرالمؤمنین و با حضرت زهرا سلام الله علیه ما، این خودش فرصتی رو میطلبه آدم راجع بهش صحبت بکنه. موضعش تو جنگ جمل، ام سلمه یک نامه‌ای داره دیدنی تو مسئله جنگ جمل، یک زن شایسته است. اما معذالک میگوید رسول خدا من رو جز و این خمسه طیبه قرار ندن جز خودشون. فرمودم تو خوب هستی اما هؤلاء اهلی، و آیه تطهیر نازل شد. و علی ما ببالی حدود 40 نفر از اصحاب رسول خدا و صحابه و صحابیات، مردها و زنها، نقل کردن که آیه تطهیر راجع به این ذوات مقدسه. این سه تا ویژگی، پس محبت 1، حرمت صدقه 2،
سوم تطهیر. این سه چیز خدای متعال اهل بیت رو کنار پیغمبر قرار داده. و چهارم صلاته. صلات نه به معنای نمازی که ما میخونیم، یعنی صلوات. فخر رازی میگوید که چهارمین امری که خداوند اهل بیت رو مساوی با پیغمبر قرار داده درود فرستادنه. درود فرستادن کجا؟ عرض می شود که این روایتی که در صحیح مسلمه، عنایت بفرمایید، رسول خدا فرمودن لا تصلوا علی صلاة بطرا. بطرا مؤنث ابتره، ابتر یعنی به اصطلاح بیدوم، بی عقب، بی آخر. ان شانئک هو الابتر. بطرا مؤنث ابتره. فرمود درود بر من، درودی که آخرش افتاده باشه نفرستید. این تو صحیح مسلمه. قیل یا رسول الله و ما صلاة البطرا. صلاة بطرا چیه؟ فرمود من صلى علی و لم یصل علی اهل بیتی. من از منابع عامه دارم میخوانم، اونا نقل کردن. حالا اگر میگن وقتی میخوان درود بفرستن میگن صلی الله علیه و سلم، بر آل نمیفرستن. اینا برخلاف اون چی که تو صحاحشون منابع دست اولشون آمده دارن عمل میکنن. عرض کردم صحیح مسلم. فرمود کسی که درود بر من بفرستد و بر اهل بیتم درود نفرسته. گفتن یا رسول الله چطور درود بر اهل بیتت بفرستیم؟ فرمود اینطوری، من روایت مسلم رو دارم عرض میکنم. فرمود بگوید اللهم صل على محمد و على آل محمد. اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. این طوری درود بر من بفرستی. بنابراین خداوند متعال در این جهت اهل بیت رو کنار رسول خدا قرار داده، اون صلات صلوات. اما پنجم فرمود از چیزهایی که این فخر رازی میگه، پنجم از چیزهایی که اهل بیت رو خدای متعال کنار پیغمبر قرار داده، سلامه. سلام. خدای متعال بر پیغمبر سلام فرستاده یا نه؟ بله فرستاده. ما در نماز بعد از آنی که تشهد رو میخوانیم میگوییم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این سلام بر پیغمبره. بر اهل بیت هم سلام فرستاده. کجا؟ فخر رازی میگوید این آیه شریفه، سلام علی آل یاسین. ولو الان در قرآن هایی که الان هست چجوری آقا؟ سلامون علا الیاسین هست. سلامون علا الیاسین. دوتا از قرآن سبعه آیه رو اینطوری خوندن، سلامون علا آل یاسین خوندن. دوتا از قرآن سبعه. یک قرائتی هم از حضرت رضا سلام الله علیه در روایت صحیح نقل شده که آیه سلامون علی آل یاسین هست. حالا بحثای ادبیش جای خودش بمانه. این حرف فخر رازیه. فخر رازی میگوید که یکی از مشترکات میان پیامبر و اهل بیت این است که سلام بر رسول خدا و سلام بر اهل بیت در این جهت مشترکن. بنابراین
بر اساس این گفته و روایات فراوان دیگری که هست، این نشان میده اهل بیت علیهم صلوات الله دارای یک جایگاهی هستند که این جایگاه رو دیگران ندارن. اینا رو باید ممتاز کرد از دیگران. امروز من تو مطالعاتم یه چیزی بهش برخورد کردم، دیدم نراقی نقل کرده، شاید جالب باشه و نشنیده باشین این رو. اینو عرض کنم خدمتون، این ختام عرایض من باشه و عرضم رو دعا کنم. ایشون نقل میکند که در زمان شاه اسماعیل صفوی یک کسی مبتلا میشه به یک بدهکاری شدیدی. اون زمانها مثل حالا نبوده که بانکی باشد و مردم برن به اصطلاح از بانک وام بگیرن، این نبوده. این آقا که بدهکار میشه میاد پیش به اصطلاح حکومت اون زمان، حالا وزیر شاه اسماعیل بوده هر کسی بوده، میگه یک 5000 تومان. 5000 تومان خیلی پول بوده زمان شاه اسماعیل صفوی، تومان پول ایرانی بوده در گذشته، به من وام بدید. و وام میگیره ایشون از اون خزانه دار و مقرر میشه که در یک موعد خاصی این وام رو پرداخت بکنه به خزانه. خب موعد مقرر میرسد و ایشون هم اون پول رو تهیه میکنه و حالا کاسبی میکنه، با کاسبی این پول تهیه میشه، میاد میپردازه. رسید ازش گرفته بودن، رسید داشته، میگه رسید منو بدید. خزانه دار میگه این رسید تو من پیدا کنم معطلی داره، من فعلا رسید شما رو که هست باید بگردم پیدا کنم، من خودم یه رسید به شما میدم. تا اون رسید شما که دلالت بر بدهکاری شما میکنه پیدا بشه، یه رسیدی مینویسه و میده و ایشون میاد. و یه مدتی که میگذره این خزانه دار فوت میشه، از دنیا میره. خزانه دار بعدی که میاد سر پست به اصطلاح میشه وزیر دارایی، وزیر اقتصاد دارایی، کاغذها رو که میان بررسی میکنن میبینن که یک سند موجوده مربوط به فلان شخص، 5000 تومان بدهکاره، میفرستن دنبالش، میگوین شما 5000 تومان بدهکاری. ایشون در پاسخ میگوید که درسته، من 5000 تومان وام گرفتم، اما این وام رو در سررسیدش پرداخت کردم و بعد از پرداخت اون آقایی که اون روز مسئولیت خزانه رو به عهده داشت گفت رسید شما رو پیدا کردن معطلی داره، من باید بگردم پیدا کنم، و یه رسیدی به من داده. حالا شما این رسید پیدا، گفتن خب مانعی نداره، برون رسید رو بیار، برون رسید رو بیار. ایشون میگه من گفتم خب میارم، آمدم اون چه تو منزل گشتم اون رسیدی که از خزانه دار گرفته بودم پیدا نکردم. رسید گرفته بودم پیدا نکردم. میدونید اینطور مسائل خیلی انسان رو از نظر روحیه زجر میده و انسان نگران محموم میفرستن دنبالش، میگه من پیدا نکردم، به مهلت بدید تا پیدا کنم بگردم. سابقا هم خب امکانات مثل امروز نبوده آقا، مثلا یه کاغذی که مینوشتن این مال مثلا 500 سال قبله، یک چیزی که می نوشتن اینو می بردن می داشتن تاخچه می داشتن توی راف، مثلا رافی بوده یه تاخچه بوده. این امکانات امروز نبوده که خیلی جای مناسبی باشه انسان بذاره توی گاف صندوقی مثلا، این مسائل نبوده در گذشته. خلاصه ایشون هی تأخیر می کنه، میگن صبر کنید پیدا کنم. یه روز دیگه خلاصه میان سراغشو، میگن دستور از بالا آمده، یا رسید رو میاری یا این پول رو میدین، یا گزینه سوم هم اعدامه، میکشیم.
ایشون هم خلاصه هر چی میگرده پیدا نمیکنه، خلاصه به قول معروف خونه رو زیر و رو میکنه و دست پیدا نمیکنه به اون چه که هست. میان میبرنش بونش برای اعدام. یعنی مأمور میاد خونه میبره که حالا برای اعدام بوده یا زدن بوده هر چی بوده. این تو راه خیلی به هم ریخته بوده، میرسه به کنار یه عطاری، عرض میشود که متوجه قبل از این ایشون نقل میکنه میگوید که من متوسل شدم به خمسه طیبه، متوسل شدم به خمسه طیبه که من بیگناهم، من پول گرفتم وام و پول رو پرداخت کردم، الان میخوان من رو به جرم اینکه بدهکارم به خزانه میخوان من رو اعدامم بکنن یا بزنن من رو به قصد کشت، من واقعا بدهکار نیستم. همه توی تو مسیر میرفتم و توسل پیدا کردم به اهل بیت، رسیدم جلوی مغازه عطاری، خیلی به هم ریخته بودم، معجونهایی بود دم مغازه های عطاری، گفتم یقدر این معجون بگیرم بخرم بخورم یه مقدار آرامش پیدا بکنم که حالا میخوام منو اعدامم بکنم یه آرامشی داشته باشه. عطار این معجون رو ریخت روی کاغذی و داد دست من، من معجونها رو خوردم انداختمش، کاغذ رو انداختم، کاغذ رو که انداختم یه تیکه از این معجونها، همینطور که عرض میکنم تو نقل آمده، یه تیکه از این معجونها چسبیده بود به این کاغذ، گفتم بردارم، حیف این که افتاده زمین، اونم بردارم بخورم. این کاغذ رو که برداشتم این معجون رو بخورم، دب عجب این همون رسید منه، چطور شده به دست این عطار افتاده نمیتونم. در اثر اون توسل رسید رو برداشتم آوردم دادم و خلاص شدم از اون مشکل. این که توسل به خمسه طیبه خودش خیلی مؤثر هست. من امروز این فرائد و سمتین هموئی رو نگاه میکردم، این جلد اولش، این مسئله توسل به خمسه طیبه رو ایشون تو چند صفحه میدونه، از اعاظم عامه است این هموئی، از اعاظم عامه است، استاد ذهبیه، چند صفحه راجع به توسل به اهل بیت خمسه طیبه اونجا مطلب ذکر کرده. اون وقت متاسفانه میبینیم که این روزها عامه، خصوصا این کسانی که به اصطلاح ادعای امامت جمعه اینها هم میکنن، اینا میان میگن آقا توسل به غیر خدا شرکه. چی توسل به غیر خدا شرکه؟ خب برید شما یه مقدار سواد لااقل پیدا بکنید، لااقل با قرآن مانوس بشید، این قرآن کتاب آسمانی، این توسل شرکه یا توسل شرک نیست؟ قرآن توسل رو به ما یاد داده، مگه بچه های یعقوب به پدرشون توسل پیدا نکرده؟ مگر خدای متعال نمیفرماید که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما؟ و آیات دیگری که دلالت بر توسل، لااقل برید بابا این آیات رو بخونید، اگه نمیدونید، اگرم معاندید که خب انسان با معاند هیچ بحثی نداره، شما عناد دارید نمیخواید بپذیرید توسل، اون یه بحث دیگری است. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك و اناخت برحلك. امشب دست توسل به ذیل عنایت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه بزنی. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم بطل تورس من أبيه شجاعة فيها أنوف بن الضلالة ترغم
لولا القضا لمها الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم. عباس نامدار که شاهان روزگار، عباس نامدار که شاهان روزگار، از درگهش طلب آبرو کنند، سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنه، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرند بگو رو برو کنند، درگاه او چه قبله ارباب حاجت است، باب الهوائجش همه جا گفتگو کنه. روی اسم نگاه کردید، نه آب داره نه دست داره. یه کسی اومد صدا زد، عباس کو دست ها؟ با عمود آهن به فرق عباس فخر الارض سریان و نادا یا اخا ادرک اخا. نمیدونم با چه حالی امام حسینم، لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. آمد یه نگاه کردید، دست ها بریده شده، چشم تیر خورده، فرق شکافده شده، صدا زد برادر کمرم شکر. الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا